در 28 روز طوفان الاقصا شاهد جنایت ها و شرارت های سگونیستا بودیم همین دقایقی پیش سگونیستا ورودی بیمارستان شفا رو بمباران کردند و دهها فلسطینی رو به خاک خون کشوندن از سوی دیگر نبرد زمینی کمکان ادامه داشت و از سگونیستا مورد ضربات کوبنده نیروهای مقاومت قرار گرفتند و امروز پس از روزها سخنرانی سید حسن نصرالله برگزار شد و واقعا سید حسن نصر را در این سخنرانی چه گفت میخوایم به بخشی از سخنرانی ایشون بپردازیم که اصلا ایشون چه گفتن و خبرهای دیگه داریم دوستان عزیز البته در طول برنامه بریش داشته و نداشته براندازان دیوپیلی هم سخت خواهیم خندید امریز که راه ماست وظیفه ماست و اصلا اومدیم سی کار تا خب دوستان با شنیدن تیتراج برنامه مثل همیشه با اقتدا به مولای عزیزمان امام علی یا علی میگیم و میریم تو کارش سلام ایرانیان سلام هموطنان ما در باکو تالش نخجوان، سلام همزمانان در کشمیر هندوستان پاکستان تاجیکستان یه عزیز افغانستان یه گرامی فارسی زبانان در سمرقند بخارا فرخانه شیعان کویت بحرین القتیب جنوب عراق جنوب لبنان بچون انصار الله یمن شیخ زگزاگی یارانش و سرتاسر دنیا اونایی که صدای ما رو میشنون دوستان عزیز لطفا برنامه ما لایک کامنت اشتراک گذاری کنید اون دوستایی که سابسکرایب نکردن لطفا برنامه ما رو سابسکرایب کنید لطفا در طول برنامه گور بابای مسا کوملچی خاک بر سر زیبا کلام این واجبه اما خرد کپو تایزاده این مستحب است و همچنین زنده باد فلسطین زنده باد قدس لعنت بر آل صهیون فراموش نشه دوستان در کامنتاتون واید خفناک بسیار فراوان بنویسید دوستان عزیز امروز 28 هشتمین روز طوفان نبرد بس از طوفان الاقصا و در این روز ددمنشی سگونیستا ادامه داشت و همین دقایق پیش که میخواستم این برنامه رو آماده کنم اعلام شد که ورودی بیمارستان شفا رو که از چند روز پیش دارن تهدید میکنن واسه بمبگذاری و جنایت همین دقایق پیش ورودی رو بم بمبارون کردن و ده ها فلسطینی رو مورد بمبارون قرار دادن و به خاک خون کشوندن صحنه‌ای که واقعا آدم قلبش به درد میاد و متاسفانه قوانین یوتیوب اجازه نمیده که ما این صف... ویدیو رو قرار بدیم حتما بر روی کانال تلگرامی سلام ایرانیان که لینکش رو در زیر ویدیو قرار میدم در قسمت, قسمت کامنت ها هم پین میکنم حتما این ویدیو گذاشته میشه که ما اینکه سخنرانی سید حسن نصرالله ما فرم به فرم جمله به جمله بر روی کانال تلگرامی سلام ایرانیان قرار دادیم خب از سوی دیگر در نبرد زمینی رزمندگان مقاومت داشتن سی سگونیست ها و امروز کندین سگونیست به اسفل سافلین رفت و به کل ما ورتوپس یا شیپالدر شد و برخی از اکس این موش های کسیفن هم که سقط شدگانن هم تلف شدگان هم خدمت شما میذارم دوستان عزیز بچه های گردان های سرایا قدس وابسته به جاده اسلامی بیانیه دادن و میگن گفتن که در چند جبهه در غزه با اشغالگران با درگیر شدیم و تلفات قطعی زیادی خفناک و فراوان بر جای گذاشتیم تا ساعت 16 امروز یک تانک مرکاوای چهار یک دستگاه نفربر زرعی بلدوزر و چهار خودروی نظامی در شمال غرب غزه منهدم شد الله اکبر و عملیات اسرائیل با شکست مواجه شد عقب نشینی کردن دومشون گذاشتن رو کولشون دبر نداره سایه الواد صبح تلاش کردن نفوذ کنن اما و مل کج و منگ دول برگشتن بسیاری از خودروهای اسرائیلی در نتیجه عملیاتی که از طریق تونل ها در شرق خانیونس و شرق شمال غرب غزه انجام شد نزدیک گذرگاه ارز منهدم شدن مجروان و کشته شدگان واید خفناکشون توسط بالگردای سگونیست تخلیه شدن سربازان سگونیستی وارد دو ساختمان در شمال بتانون شدن شده بودن مورد اصابت گلوله های کالیبر بالا قرار گرفتن و اسارت واید خفناک خوردند. درگیری در غزه ادامه دارد بله این از خبرهایی بود که از سوی دیگر فیلم, فیلم های زیادی از دلاوری بچون مقاومت فلسطین میبینیم طرف آقا یک گلوله آرپیجی گرفته دستش میدوه اینه میچسبونه به تانک تانک مرکاوا خود به خود شیپالدر میشه منفجر میشه و سگونیست های درونش به اسفل سافلین رفتن یعنی این در کانال های اوکراینی و روسی که گذاشته بودن باور نمیکردن بابا این نیروی ایمانه چیزی که شما ندارید اونی که این کار میکنه الله اکبر تکبیرگویان گویان میره یکی از رفقام که در مسکو به سر میبره میگه مثلا این فیلم خب روسی بالا 17 سال روسی است مثلا طرف اوکراینی یا طرف روسی اینا وقتی میخوان برن کار کنن فاش خارمادر میدن به طرف مقاومتگر ما وقتی میخواد بره تو سینه دشمن تکبیرگویان گویان میره این فرق ما با اوناست این روحیه هیچ وقت شکست ناپذیره این روحیه هیچ وقت ترک بردار نیست این روحیه هیچ وقت کرنش نمیکنه در مقابل دشمن دو پیلی نادر است بله از سوی دیگر بلومبک خبر داده که سگونیسا میلیارد دلار از تسلیحات و پهبادهای خود را که به دیگران فروخته بودند برای استفاده در نبرد بازخرید کردند چند وقت پیش بود یه خبری اومد که باکو گراسپت هواپیماهای باری سگونیستا دارن تجهیزاتی که قبلا فروخته بودند به گراسپت باکو دوباره سوار هواپیما میکنن ده برو نادرست و برمیگردونن آخرین خبرها رو دارم با شما بررسی میکنم دوستان عزیز فعلا در غزه هستیم ببینیم آیا گردان های اعلام کرده یک, یک نیروی سیونیس را در منطقه در غرب بدلاهی ها غافلگیر کردیم چهار تا از نظامی هم شیپالدر کردیم و به اسفل سافرین فرستادیم بله آمار شهدا هم که به بیش از ده هزار تن رسیده که همین دقایق پیش هم اعلام شد که بیمارستان ورودی بیمارستان شفا بمباران شده و ده ها تن از دلاوران ما در یا مردم بیگناه غزه به خاک خون کشیده شدن از این موجودات جرار وحشی بربر از سوی دیگر امروز نفس سگونیستا علال خصوص و جهانیان حبس شده بود که سید قرار بیاد در تلویزیون سید حسن نصرالله و همه آماده بودن خبری اومد شب که گویا سردار قانی عزیز رفته در بیروت و دیدار داشته با سید حسن نصرالله در کنار این قبل اینکه که وارد بس سید حسن نصرالله بشیم مقاومت عراق با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که از هفته آینده از هفته آینده بله، مقامات اسلامی عراق اعلام کرد اما ببخشید برای اولین بار بندر اشغالی ایلا در جنوب فلسطین اشغالی رو مورد ضربات کوبنده قرار داده. الان ایلا چ... یه در دریای سرخه بندر جنوبی ایلا در فلسطین اشغالی که یک شهر توریستی بوده واسه سگونیسا میگه اصلا شده شهر اروا بیش از 60 هزار نفر اونجا رو ترک کردن. ببین سگونیس پشون بر افتاده الان سگونیستا سوراخ موشی خودشو خود موشن ها حتی کارتون تام جرین رو بر اساس اون موشه اینا بر اساس همین ساخته شدن الان سوراخ موشی هزار تومن گیر شده میاد هزار تومن عد ناصری دوستان عزیز ناصر دین شا. بعد میگه که در راستای کمک به مردم غزه و پیروزی ملت فلسطین در برابر اشغالگران سگونیس حملاتش ادامه پیدا خواهد کرد. بله این باره که مقامت عراق که هم موشک دارن پهپاد دارن همه چی دارن گفتن که بندر ایرات مورد حملات قرار دادن از سوی دیگر مقامت اسلامی عراق در بیانیه اعلام کرده که از هفته آینده حملاتشون رو به یانکی های بی پدر و مادر چندین برابر خواهند کرد و از یانکی ها دارن می کاسکلی دیگه بعد خودشون بیرن سفت اما ارز کردم از چند روز اخیر به سو دیروز برنامه دیروز من گفتم که امشب در اسرائیل کسی نمیخوابد که ببینم سید حسن نصرالله چی میگه سخنرانی مهم سید حسن نصرالله همه منتظر بودن علال خصوص سایگونیستا علال خصوص سایگونیستا چون میدونستن که سید حسن نصرالله کسی که پا حرفاش میمونه واسه همین و اتفاقا اینقدر این شخص شخص کاریزما داره قدرتمنده که حتی دشمناش هم تمجیدش میکنن تعریفش میکنن زبان به ستایش حتی یه خونخوار جراری به اسم یوبو و تمام تدارکات شده بود در منطقه زاهیه منطقه جنوبی بیروت شیعه نشین بیروت همه چی منتظر بودن این فیلم رو ببینیم از استقبالی که در منطقه زاهیه شده بود واسه سخنرانی همچنین بچون هشت شبی در عراق هم همه داشتن از تلویزیون مستقیم میدیدن کلا عرض میکنم امروز دنیا حتی در کاخ سفید هم داشتن سخنرانی سید حسن رو از نزدیک میدیدن اینو ببینیم از سوی دیگر روزنامه سگونیستی معریف میگه که حقیقت این است که همه از جمله ایالات متحده آمریکا و البته اسرائیل منتظر هستند که دبیر کل حزب چه بگوید تا بدانیم او چه تصمیمی خواهد گرفت ما المنکج میکنیم من گنبول میکنیم تا ببینیم سید حسن قرار امروز چی بگه و ما هم در کانال سلام ایرانیان اینو قرار دادیم عرض کردم فرم بفرم. جمعه به فرم جمله به جمله شو ها الان بریم ببینیم ابتداعا اشاره بکنیم به گفته های سید حسن نسولا ببینیم چی گفته در طول این سخنانی که خیلی هم طولانی بود نزدیک که اشتباه نکنم نزدیک یک ساعت بود میگه سید حسن نسولا میگه که نوع اقدام ما در آینده به تحولات آینده غزه بستگی دارد چون جپه ما برای پشتیبانی از غزه ایجاد شده است پس هر چی، هر چی، همه چیز اینجا متاثر از آنجا پیش خواهد رفت سید حسن نسلو میگه که ما از هشت اکتبر وارد جنگ شدیم با سگونیست یعنی هفته اکتبر که طوفان الاقصا بوده ما از هشتم وارد درگیری شدیم و همچنین گفتن که این مسئله هفتم اکتبر یک مسئله کاملا فلسطینی است و ما روز شنبه مطلع شدیم که از بالاخره با همه جهانیان از طوفان الاقصا با خبر شدیم و کاملا تاکید داشت که این مسئله کاملا فلسطینیه ایران کمک به مقاومت میکنه اما همه در مقاومت دستشون بازه هر کدوم از شاخهای مقاومت واسه عملیاتشون خب طبیعی بوده بالاخره اگر قرار بوده همه بفهمن که لو میرفته و این راز موفقیت این عملیات بزرگ در این روز تاریخی به خاطر همین سکرت و اون حفاظت اطلاعات خیلی قویه که واسه اولین بار ما از کشورهای عربی دیدیم یا یک جریان عربی دیدیم که اینقدر در مسئله اطلاعاتی و حفاظتی اینقدر قدرتمند ظاهر شده بعد حسن نصرالله میگه که همه احتمالات برای آینده در جپه لبنان باز است با امریکایا می گوییم تهدیدات شما دیگر فایده ای ندارد نافهای شما که ما را با آنها تهدید میکنید ما برای آنها برنامه داریم کروز آمادان کروز داریم حتی در حد ابو مهدی اینا سیبلن واسه ما تهدید نیستن ما را نمی ترسونه. زیر مشکلونه یا آنکی های نادر است دستن میگه به امریکایا خب شکست خود در عراق و افغانستان را بیاد بیاورید با امریکایی ها میه یانکی بی های بیپدر مادر کسانی که شما را در لبنان شکست دادند انفجار در مقر تفنگداران دریایی 1983 که موجب شد یانکی ها گورش گون کنن و فرار کنن الان نزدیک بیش از چل ساله آره دیگه چل ساله بعد کسانی که شما را در لبنان شکست دادن هنوز زنده هستند و فرزندان و نواهای آنها علیه شما در میدان خواهند بود اگر آمریکا و غرب میخواهند میدان, گسترده نشود یک راه دارید و آن را توقف حمله به غزه است اسرائیل آلت شماست آلت دست شماست شما میتوانید تجاوز را متوقف کنید اگر میخواهید جنگ منطقی رخ ندهد باید سریعا جنگ را متوقف کنید آمریکا میداند اگر جنگ رخ دهد نه ناوهای شما به کار خواهد آمد نه سربازهایتان و شما بزرگترین زیانده خواهید بود بله بعد ایشون میگه که در غزه هر کس از ایر آوار در میآید میگوید فدای فلسطین من تا حالا ندیدم یک صهیون خانهاش آتیش بگیرد و بگوید فدای اسرائیل ما حتما پیروز خواهیم شد باید تجاوز به غزه متوقف شود و مقاومت در غزه پیروز است تجربه شخصی ماست امام خامنه ای در جنگ سی روزه که افق روشنی نبود به ما گفت هم پیروز می شوید هم پیروز می شوید و هم نیروهای... نیروی, قدرتمندی می شوید من به غزه می گویم با وجود تمام زخما شما پیروز می شوید ما به زودی پیروزی غزه, را غزه و مردمش را جشن می گیریم همچنین سرسن اصلا از بچون مقاومت یمن تمجید کردن همچنین از مقاومت بچون هشت شبیه عراق که قرار در هفته آینده نبردشون رو بر علیه یانکیا گسترش پیدا کنه و از کشورهای عربی مرتجع و سازشکار هم انتقاد کردن اونا رو سرزنش دادن از کشورهای دودید زبازی نزیر, نزیر ترکیه حالا بدون ذکر نام که آقا غذا ندید به سرگون اسلام امکانات ندید و به بیانیه تنها بسنده نکنید که کاملا مشخص بود که مربوط به اردوغان بازی های کسیفی که اردوغان در میاره و یه نگاه اجمالی بود کلی به سخنرانی سید حسن نصرالله حالا بریم تو تحلیلش سید حسن نصرالله چی گفت؟ هیچ هیچ نگفت ولی خب خیلی حرفا گفت یک ساعت سخنرانی کرده این که گفت ما وارد جنگ شدیم ما از هشتم وارد جنگ شدیم این که ما با صبر استراتژیک و صبر با صبر و استقامت بر دشمن پیروز می شویم. و این که ما بخشی مهمی از نیروهای سگونیستو رو به خودمون مشغول کردیم این که در لبنان واسه اولین باره که در مقابل سگونیستا در موزه آفند قرار میگیره حتی جنگ سی و روزه هم یه جنگ آفند، پدافندی بود و اینجا ما آفندی و سگونیستا دست به اون دکترین بنگوریون بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم که جواب پشیمان کننده و این چیزا رو کنار گذاشتن و وارد درگیری با حزب الله نمیشن هم به صورت محدود جواب میدن از تلفات انسانیشون گفته و چیزایی اما من احساس میکنم دوستان عزیز کدواجه هایی که سید حسن نصرالله دادن اینکه دشمن به فکر خ... خام خودش به فکر حذف حماسه اینا میخوان حذف کنن حماس اینکه آمریکا این سگ آمریکایی است دیگه این آلت دستشونه این سگتون رو قلادش بکشید من چیزی که یکی از تحلیلایی که به کار برده میشه دوستان عزیز اینه که یه سری چانزنی و مذاکرات پشت پرده ای در جریان به شدت هم قطریا، اماراتیا، عمانیا، آمریکایا اومدن بلینکن به منطقه امروز صبح بیش از 3200 از کارگران غزه که در اراضی اشغالی مشغول به کار بودن اونا رو آزاد کردن یه دفعه در آمریکا از دیروز بحثی مطرح میشه که آتش بس انسان دوستانه یه سری فکت های اینطوری میبینیم دوستان عزیز و در سخنان سید حسن نصرالله هم هست که میگه اسرائیل آلت شما آلت دست شماست شما میتوانید تجاوز را متوقف کنید اگر میخواهید ببین دوستان به این جمله نگاه کنید اگر میخواهید جنگ منطقی رخ ندهد باید سریعا جنگ را متوقف کنید ارز میکنم در اون زیر زیرا و این زنی ها 90 درصد سیاست ورزی دوستان سیاست ها و مسائل سیاسی تو پشمشت است تو خفاست هست غیر علنیه و یه چانزنی گسترده ای در جریانه که فعلا در این مرحله سید حسن نصرا اعلام جنگ نکنه مذاکرات در جریانه که هرچه سریتر این آتش بس انسان دوستانه شکل بگیره این آتش بس شکل بگیره شکست اسرائیل دیگه اینا تو هدف گذاریش کاملا شکست خوردن و اینکه که وارد جنگ همه جانبه نشدن با غزه به صورت محدود که بچه ها میزن تو نفتشون و تا حالا تلفات سنگینی هم بشون وارد ساختن و سگونیستان رسما تا حالا از شروع عملیات زمینی سخن نگفتن چون یکی از خطوط قرمز حزب الله این بوده که اگر وارد عملیات زمینی بشن به نفع مقاومت وارد درگیری میشه دوستان عزیز بخش مهمی از این که سید حسن رسولا به صورت آمدانه کاملا در لفافه به صورت کدواجه سخنرانی کرد و دشمن گیج بکنه یه قسمتش گیج کردن دشمنه که دست سید حسن رسول الله نخونه یه قسمتش بخشای ازش که میشه با به صورت فکت صورت کدواژه با در مورد اون سخن گفت بخشش مربوط به اینه که مقامت میخواد یک فرصت دیگه بده واسه میانجگرانی که میخوان آتش بس انسان دوستانه برقرار کنن در غزه و اینکه در مرحله فعلی مقاومت وارد فعلا بحث نابودی اسرائیل در میان نیست فعلا مقاومت میخواد از دستاورداش حمایت بکنه حراست بکنه مهمترین دستاوردی که مقاومت میخواد تو این مسئله حراست بکنه بقای حماسه یعنی چیزی که بیانکی های بیپدار و مادر و سگونیستا در روزهای اخیر میگفتن یه روز یکی از مقالات مقاله بلومبرگ هم خوندم توطعه مشترک آمریکا و اسرائیل برای نابودی حماس مقاومت در وهله اول میخواد از دستاوردهایی که تاکنون به دست آورده سیانت بکنه مهمترین دستاورد چیه اینکه بیرق مقاومت در فلسطین در غزه بالا بمونه پیروزی بزرگ مقاومت و این شرط اساسی حزب لبنان پس تو این مرحله اولا مقاومت میخواد دستاوردهای طوفان الاقصا رو حفظ بکنه دوما فرصتی داده به چانه زنان میانجیگرانی که تو منطقه هستن و میخوان جنگ منطقه ای نخود. شروع نشه سوما سید حسن تو توپ گذاشته در زمین آمریکایی و غربی ها که اگر میخوای جنگ منطقه ای رخ ندهد شما باید به این آلت دستتون به این سگتون این موش کسیفتون بگید که جنایات و شرارتاش متوقف بکن چهارو من از هشت شبی و بچون انصرالا یمنم حمایت کرد از مبارزه مشروع و درستشون پنجو من ماماده جنگیم و شرایط نگاه به تحولات روزای آتی میکنیم یعنی اگر سگونیستا بخوان به شرارتاشون بیافزایند حملات زمینیشون رو تشدید بکنن ما بر همون اساس واکنش بیشتر نشون میدیم یک سخنرانی کاملا حساب شده کاملا در لفافه کاملا خط به خطش کلمه به کلمهش دوستان روش فکر شده گیجیه که واسه دشمن ایجاد میکنه زید حسن همیشه سخنرانی ها شفاف کوبنده مشخص داشته ولی این سخنرانیش دوستان به شدت چی میگن برای دشمن گنگ و نامفهوم و در این حال پالسا و فکت خیلی مشخصی رو میده که باید منتظر روزای آینده بمونیم به نوعی میگم این آخرین فرصتیه واسه غربیا و ها و, و اینکه نواتون هم رو نمیترسون ما سیش برنامه داریم این آلت دستتون این موش کسیف رو بگید دست از جنایتاش برداره وگرنه ما وارد درگیری میشیم همونطوری که قرار پلن به پلن در این مرحله و چون انصارالله یمن وارد شدن حالا مقاومت عراق هشت شبیه هم وارد درگیری شده با ساگونیستا بندر ایلات زده و قرار از هفته آینده یانکی ها رو مورد حجوم قرار بدن حجوم بیشتر قرار بدن همه این چیزا رو که میذاریم تو منطقه دوستان عزیز شرایط کاملا به صورت حرفه‌ای هدفمند واسه مقاومت داره پیش میره پلن به پلنش دوستان این حساب شده است فکر شده است اینکه آمریکا باید از منطقه برود هدف قرار دادن مستمر آمریکا در عراق و سوریه در تداوم همون دکترینی بود که مرشد عزیز ما گفته بود باید یانکی ها اخراج بشن از منطقه یانکی ها که اخراج بشن بزرگترین هامیش و سگونیست از دست میدن خود با خود اونا هم اخراج میشه ضمن این که سگونیست ها به هیچ عنوان تحمل یک جنگ طولانی رو ندارن اون موشای کسیفی که اومدن شهرک نشینان غاسبین اینا دومشون رو میزن رو کولشون فرار میکنن اینجا مالی سرزمین نیستن که مثل اون دلاور غزه بیاد بمب بذاره روی تانگ مرکاوا و اون رو منفجر بکنه اینا مال این کارا نیستن اینا اشغالگرن و ارزه جنگیدن ندارن در صورت سید حسن نصرا گفت اسرائیل شکست خورده است و این دست و پا زدن ها هم واسش فایده ای نداره دوستان عزیز جنگ اوکراین تا حالا 18 19 ما طول کشیده قطعا این جنگ این بحث درگیری بین غزه و سگونیستا هم در صورت تداومش به تدریج بازیگران جدید با شدت بیشتر وارد این درگیری میشن و این چیزی نیست که یانکی های و مادر به چند دلیل نمیخوان یکی بحث نفت و انرژی خطر گذرگاه های انرژی که هم در کنار ایران تنگه هرمز خلیج فارس و هم در کنار بابل و دریای سرخ در کنار بچون حوسی و دیروز هم پارلمان الجزایر با 100 درصد آرا الجزایر همیشه متحد حزب لبنان و ایران بوده و اونا میتونن جبل و طارق واسه سگونیستا و یانکیا ناام بکنن و حتما در روزهای آینده اگر بخوان تشدید بکنن سگونیستا این درگیری رو ادامه بدن بازیگران جدیدی وارد عرصه میشن که اونا فکرش هم نمیکنن حالا دوستان اون چیزایی که میشه من فکر کردم در سخنان سید حسن نصرالله وجود داره این آخرین فرصت واسه کسانی که به دنبال چانزنی و میانجگری بودن واسه توقف آتش بحث آتش بحث انسان دوستانه ارز کنم فکتای روشنی که از طرف آمریکایی‌ها و غربی‌ها در از دیروز داره مطرح میشه چیزی که تا روز قبل میگفتن به هیچ عنوان آتش بس انسان دوستانه مورد قبول نیست و این پیروزی حماسه بنوی ولی الان دارن اینو میگن و فرصت دادن واسه مذاکرات ولی خب در این حال از فردا قطعا درگیری بین حزب لبنان و سگونیستا تشدید خواهد شد قطعا هشت شبی هم وارد کارزار میشه شاید در روزهای آینده سوریه هم وارد این درگیری بشه همین حالا برندی های جولان فعال شدن باید دید در هر صورت سید حسن یک سخنرانی کاملا حرفه‌ای کاملا حساب شده ایراد کردن و منتظر البته یوبو هم نه خب شعور و چیز ندارن کوچه بازاری حرف میزنن چال میدونی در از صورت هزبولا روی میزه از جنگ هم ابای نداره همه طوری که سید حسن گفته ما از هشتم اکتوب در حال جنگیم و تاکنون بیش از پنج و هفت دادیم چیزی که سگونیسا از اعلام شهدا به شدت وحشت دارن و خیلی بیشتر از 120 تا تا حالا چیپالدر دادن و نفله شده از سوی دیگر آقای محمد علی حوسی رئیس دولت نجات ملی یمن در مورد سخنان سید حسن نصرالله واکنشتشون داده میگه جانفشانی, جانفشانی ها و اراده قدرتمند سید حسن نصرالله بیانگر روحی فداکاری وی در قبال کرامت ملت فلسطینه آها اینم یادم رفت بگم زدن ها جلوه جالبی گفت گفت بعضی از این آقایان میگن که اگر حماس پیروز بشه یعنی ایران پیروز شده ولی این احمقا نمیدونن اگر سگونیسا شکست بخورن این به نفع لبنانه این به نفع عراقه این به نفع سوریه است این به نفع حتی سعودیه به نفع همه این قده سرطانی به نفع همه اگر شکست بخوره از بین بره فقط به نفع ایران نیست که و جالبه بسیاری از این رهبران مرتجع منطقه توی دیالوگای مخفی که با یانکیا و سگونیستا دارن اونا رو تشویق میکنن که برید حمله کنید به حماس از بین ببرید فلسطین از بین ببرید جهاد اسلامی از بین اینقدر بی شرف اینقدر پدر سوخته یعنی حیف به اینا بگی سیب زمینی یا شلغم یا چغاندر یه سری عکسای از این اینا منتشر میشه براخره سیب زمینی خاصیت داره این غذای انسانیه اینا واقعا ننگ هر عرب ننگ هر انسان یعنی غیرت و بخار از دست دادن کاملا بله فرانسه هم یک ناو آبی خاکی میسرال را برای استفاده در نقش بیمارستانی برای کمک به غزه برای آب... آبهای غزه فرستاد. بله خبرهایی بود اینم این هم عکس کارگران غزه بودن که در روز طوفان الاقصی مشغول کار بودند در اراضی اشغالی که امروز بیش از دویست نفر در کنار گذرگاه رفح آزاد شدند رو پیدا کنم بله اینا اینا هم آزاد شدگان از سوی دیگر جان بولتون یک نئوکان دیوونه قپالی قپالش اون ما تحتش <تصفح> گفته که ایران ضعف آمریکا رو به سخره گرفته است اصلا قبول ناره یانکی های و مادر ما را مسخره میکنه ما را انگولک میکنه جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا در مقاله برای نیویورک نیویورک پست نوشت ما مای خنده تهران و مقر حماس و حزب و جنای شیعه در عراق شده ایم ایران بدون هیچ شرم و بازدارندگی از حملات ضد آمریکایی دفاع میکند و ضعف آن را به سخره میگیرد <تصفح> هیچ وقت دوستان عزیز از از جنگ اول جانی تا حالا آمریکایا توسط هیچ کشوری به اندازه محور مقاومت مورد سخره و مسخره و دلغک و نمیدونم اسکالش میکنن این جسی واترز هم گفت جسی آبکی خودمون این مجری فاکس نیوز گفت ایرانیان در خلیج فارس ما رو انگولک میکنن اسکال میکنن به ریش میخندن حالا در کل منطقه غرب آسیا اسکالشون میکنن بله شبکه این مردم بحرین هم قبل سخنرانی سید حسن نصرالله کرده بودن و داد میزنن یا نصرالله یا حبیب ازرب فجر یا تلابیب بله بزت بپو کن تلاوی بده یک انشالله هم میزنیم شبکه تلویزیونی المنار وابسته به حزب لبنان با پخش این ویدیو خطاب سگونیستا گفت فرار کنید اینو دوستانه نمیگم فرار کنید بله گردان های قسام هم اعلام کردن شهر اشغالی سدرود را موشکباران کردن یعنی حالا بعد از 27 روز سگونیستا نتونستن در یه محیطی به اسم غزه اون موقع میگفتن میایم سایت های هسته ایران نمیدونم چه کار میکنه یه محیط کوچولو به اسم غزه موشکاش پیدا کنن جلوگیری کنن از موشک پرانی بچون مقاومت و موقع سی ایران رجز میخوند یعنی طوفان الاقصا دوستان اولا واسه همیشه این ادعاها و نمیدونم ما ایران رو علم میکنیم ای این سگونیستا این گندگویاشون رو كر... به قول معروف به باد داد و اون لیبرالا و اصلاحچی های بی همه چیز در ایران با سگونی سراسی و اسرائیل رسی آی اسرائیل میزنه آی فلان میکنه بیا برجم امضا کنی بیا باش بدین بیا فلان کنی اونا هم تمام اندیشه های نداشته شون و سیاست های ضد ملی شون اونا رو هم به فنا داد اونا هم بیچاره بدبخ شدن واسه همین امروز جریان لیبرال در ایران جزء ورشکستگانن شکست خوردگانن اینا از همه لحاظ هم نظری هم ایدولوژیک هم لحاظ سیاسی از همه لحاظ اینا شکست خوردن بله اینم از حالا که گفتم این زیبا کلام پس بذار اگزا زنبوری نو بذار اگزا زنبوری دست خدا اگزا زنبوری شل... شمشیر زلفقار علی اگزا زنبوری کار بچونه نخبه انقلابی اگزا زنبوری یاور مظلومین اگزا زنبوری سگونیس کش زنبوری ناتوکش کش یانکی کش زنبوری چاره بیچارگان دوستان من صداشم باسه خودم فعال کنم شما فکر کنم صداش میشتمید باسه خودم فعال کنم بله اگزا زنبوری ظلفه خاری که از شمشیر خارج شده بشنویم ای جونم ای قربونی صداد ای قربونی صداد ها میا زیبا کلام میشنوی یا نه ای جان ای خاک میس یهل کار داریم خاک بر, خاک بر سر زیبا کلام خرد کپو تاج در کلی دوس خاتمی علی می محمود صادقی علی متحری ملاوردی ابتکار عبدی مبدی کلم کلاب القان الوطن فروشی ول نادرسی ول زیر ول خرد کپو هم تو دوباره <تصفح> اینم از اگزو زنبوری دوستان عزیز این بیانیه اشایر کرمانشا بنازم شیرون لک کرمانشایین هم ببینیم دوستان اصود الاسلام رساله من اصود الاسلام في مدينه. تی اين بزارم. که کامل بذارم که كه... ببینید بله از شیران کرمانشاه از جمهوری اسلامی ایران جمهوریت الاسلامیت فی ایران به سهیونیسا یا ترسو و نادرست هفتاد عالم ای سهیونیسا یا کافر زیر مشکلو ش... ما شیعان کسی هستیم که در, خ... که در قلعه خیبر شما را کند شیعت الذی قلع باب قلعتكم خیبر ماشه. و قتل ماشه. و پهلوان شما مرحب ابن حارس را کشت شیپالدرش کرد ابن حارث پس به شما قول میدهیم که تاریخ را تکرار میکنیم و شیپالدرتون میکنیم ان نعید تاریخ و نفعل بکم ذلك مرد ثانیه کما وعد همونطور که خداوند در کتابش به ما وعده داد که شما پیروزید بعض علم ملاج یانکیو و سگونیستان الله فی کتابه الحکیم ما شاید. ما شاید. وارد مسجد می شوند همانطور که دفعه اول وارد شدن. ما دخلوه اول مرت صدق الله العلي العظيم کرمانشاه پس به خدا سوگند ما اصحاب سختی ما اصحاب سختی شدید هستیم حالا اینجا سن شدید الذین... سرزمین اسلام و مسجد آن را که اولین قبله مسلمانان است را از چنگال شما آزاد میکنند بنازم سی روحیه بنازم سيحررون عرض الاسلام ومسجده مسجد او لا قبلة المسلمين من براثين و از نجاست وجود شما پاک بيكنين و نطحرها من دنس وجودكم فنقول می ل... بشما زیر زر مشكلونيا لكم ان بغي سرکشی و ایجاد فساد شما در زمین و کشتن زنان و کودکان بیگناه بیصلاح غزه و فسادكم الارض و من النساء العزل بی غزه لن يون... هرگز شما را از سرنوشت حتمیتان نجات نمیدهد فرار کنید رفتكم من المحتوم سردار خانی گفتن بابا تا خونه گرونه تو سرزمین اشغالی خونه اروپا ارزونه فرار کنید الان خونه های سرزمین های اشغالی ارزون شده خونه های اروپایی گرون شده <applause> بر... بلکه بیشتر غرقتان می کند پس به زودی سختی شدید ما رو می بینید. سختی شدید ما رو به کار سختی کنیم بر علیه توسک و ناکارتون می کنیم نادرس ها بعضون شدید در زمانی که موشک های ما غافلگیرتان می ویژکی میاد سرتو سر تو شوت میزنه کل میزنه و میاد همه ورد میخواد هایپرسونیک سجیل وای خورمشر الله اکبر با سر جنگی دو تن تا بزن توی یک تلاویف از غزه بدتر میشه تو کم فنودم میروخ تکناتو پادگان هایتان را بر سرتان ویران میکنیم زیر سری ها و, و به ازد خدا آنها را قبر شما میکنیم <متحدث> ها قبورا لكم اذن الله تعالى لبيك يا خامنه لبه ای يا خامنه يا <متحدث> ای, ای پیر دانا ای مرد خدا ای کشتیبان نجات ایران در تاریخ در مورد مرشد عزیز ما خواهند نوشت کسی که ایران را قدرتمند کرد کسی که ایران را در زیر شدیدترین تحریم ها یک, یک هجمونی مقاومت ایجاد کرد که باعث شد تبدیل به یک قدرت جانی بشه و شاخ لیبرالیسم هم شکونده اونم با دست خالی با یک ایدئولوژی و گفتمانی که واسه تمام ملت های مظلوم جهان جذاب و دوست داشتنیه آقا در سیستان و بلوچستان فقط مولوی گراسپت چی میگن عبدالکفتار اسرائیل زهی نیست که این اسرائیل زهی این دیگه هشت رسفایش افتاده خوشبختانه میخوام امروز از سخنان مولوی چابهاری یکی از مولوی های با شرف کسی بود که حتی اگر یادتون باشه در عید فطر هم با مولوی همراه نشد و عید فطرش هم به قول معروف مثل تقویم رسمی کشور گرفت و هرچی مولوی عبدالحمید هم بهش التماس کرد گفت برو اوور زیر, مشکل زیر مشکلو و مشکلو ببینیم سخنان مولوی چاواری با شرف و زمین سازانه

بله این هم سخنان مولوی عبدال مولوی دارید عبدالگراز اس... اسرائیل زهی مولوی... جناب مولوی چابهاری و حمایت از مردم فلسطین و مبارزه قهرمانانشون و طوفان الاقصا بله این هم از این سخنان ایشون خب دوستان برنامه ما به انتها رسیده قبل اینکه برنامه رو ببندیم بریم آخرین خبرها رو از المیادین برای شما که ما در کانال تلگرامی هم لحظه به لحظه این اخبار رو قرار میدیم برای شما بگم که آخرین خبرهایی که المیادین و الجزیره در م... بله مدیر بیمارستان اندونزیه غزه گفته که خب هر کشوری اونجا بیمارستانی ساخته دیگه به اسم خودش اندونزی دارن ام نمیدونم امارات دارن ترکیه دارن جنراتور اصلی بیمارستان 48 ساعت پیش متوقف شد در بمباران امروز 50 شهید زنان و کودکان در غزه موده بعد اما از اعلام کرده قتل عام اشغالگران علیه بیمارستان شفا قدس و اندونزی جنایت فجی هستند که واشنگتن و پایتخت های غربی مسئولیت آن را بعد عهده دارند بعد بعد وزارت بهداشت غزه میگه صلیب سخ ما را از حرکت کاروانی از مجروحان از طریق آمبولانس از بیمارستان شفا مطلع کرد اما سگونیستا این کاروان را در بیش از یک مکان مورد هدف قرار دادن چقدر بیش شرفن اصلا استانداردی دیگه دارن اصلا تافته جدا بافتن دست اینا واسه هر جنایتی بازه را برو دنبال ما تحته نمیدونم ریقابازی و نمیدونم محصابازی و اینا بعد رسانه سگونیس میگن معادله رسمی و روشن حزب اقدام عملی و تشدید تدریجی است اما هر کاری میکنن تا حماس خود نکنند گفتم دوستان عزیز امروز کمک به بقای حماس یکی از اولویت های اصلی مقاومت لبنان و محور مقاومت بله برای شما آخرین خبرها رو بگم خب دیگه عراق فراس آل یاسر عضو شورای سیاسی جنبش نجبا ما به آقای نصرالله میگوییم که وقتی به هر تحولی اشاره میکنید ما مرحله جدیدی را در مقاومت اسلامی آغاز کردیم و این توانایی را داریم که موجودیت سگونیستا را متزلزل کنیم گردان قسام یک تانک رژیم سگونیستی را در محور شمار غربی غزه با موشک آل یاسین 105 منهدم کردن. سلامت بیمار... بیداش غزه سه بیمارستان مجتمع شفا، بیمارستان قدس و بیمارستان اندروزی هدف قرار گرفتن. بله این آخرین خبرهایی بود که دوستان عزیز از جنایات و وحشیگری سگونیستا برای شما خوندم و اون منادیان دروغین و کذایی حقوق بشر هم خب اینا تو لاک خودشونن و که با سکوتشون چه با تشویق های غیر علنی هاشون و واسه تداوم جنایتگری و اشغالگری و کودک کشی و بیگناه تشویق میکنن دوستان قربونتون برم دوستان عزیز برنامه ما به انتها رسید مقاومت پیروزه صد درصد پیروزه و عرض کردم تماماً حساب شده از پلند به خیر قدرتی رژیم سگونیستی آقا هم بمب اتم داره آمریکا و غرب پاشه پس شکست یک نظام این رژیم یه چیزیه که زمان بره اما تا اینجا یک کار تضعیفش کردیم تحقیرش کردیم به شدت آسیب بش زدیم با بحران موجودیتی مواجه شده در همین 26 هفتش روز ها این همه بلا سرش اومده خب این پیروزی خیلی بزرگ بقیهش به امید خدا در ادامه مسیر با هم دیگه خواهیم دید سپاس از مهرتان پیروز باشید